سوالی من چنین است. شما یک چند مرتبه از کتاب مقدس دلیل آوردید. اکنون در قسم دهم انجیل یوحنا در آیه 30 من پدرم یکم گفته است. با این جمله چی فکر داده می توانید؟ این چیز به من نفهمه شده ایستاده است. خب برادرمون در قسم دهم کتاب انجیل یوحنا در آیه 30 با جمله ای که من پدرم یکم گفته است اعتبار دادن ما را می خواهد. لیکن در انجیل این گونه جمله نیست. برعکس من و پدرم یک هستیم می گوید. خلاص برای فهمیدن جمله من و پدرم یک هستیم اول کانتکست رو به ترتیب درآوردنمون لازم. برای به ترتیب درآوردن کانتکست ما باید به آیات های پیش از او بوده نظر اندازیم. در قسم دهم انجیل یوحنا در آیه 23 عیسی در عبادت خانه در ایوان سلیمان گفتنی جای چرخ زده می گشت. در 24 آیت باشد یهودی ها اطراف او را احاطه کردند و طبقه ما را دودیله می کند. اگر مسیح باشد به ما آشکارا گوید گفتند. در 25 آیت به سوال ها جواب داد. من به شما گفتم اما شما باور نمی کند. کارهایی که از نوی پدری در آسمان بوده کرده ایستاده های من کی بودنم را نشان داده ایستاده است. در 26 آیت باشد شما باشد باور نمی کند. زیرا شما از گوسپندهای من نیستید. در 27 آیت باشد گوسپندهای من به آواز من گوش می اندازند. من آنها را می شناسم. آنها باشد به من پیروی کرده می گردند. در 28 آیت من به آنها حیات ابدی را می دهم. آنها هیچ وقت هلاک نمی شوند. هیچ کس آنها را از دست من کشیده گرفته نمی تواند. در 29 آیت پدری من که آنها را به من داده است از همه بزرگ است. هیچ کسی از دست پدرم آنها را کشیده گرفته نمی تواند. در 30 آیت باشد من و پدرم یک هستیم گفته ایستاده است. پس بعد کانتکست رو تفتیش کرده برآمدنمون ما در راه یک مقصد هستیم گفتنی معنی برآمده ایستاده است. بینید در 28 آیت هیچ کس آنها را از دست من کشیده گرفته نمی تواند. در 29 آیت پدری من که آنها را به من داده است از همه بزرگ است. هیچ کسی را قوتش نمی رسد که از دست پدرم آنها را کشیده گیرد. در 30 آیت باشد من و پدرم یکیم. یعنی مقصد ما یک هست گفته ایستاده است. مثلا پدری من شفاکار، من هم شفاکارم. من و پدرم یک هستیم گویم ما یک شخص نه بلکه ما صاحب یک کسب هستیم گفتنی معنا قصد کرده می شود. اما نصرانی ها باشند نه یک شخص را در نظر دارد. من و پدرم یک هستیم. این عیسی مسیح خدا است گفته ثابت ایستادند. اگر شما 17 قسم انجیل یوحنا آیه 21 را خوانده بینید در آنجا چنین گفته است. ای پدر چگونه ای که تو به من و من به تو می باشم آنها هم به ما باشد. در اینجا عیسی مسیح به 12 نفر حواریان مراجعت کرده ایستاده است. پدر به عیسی مسیح، عیسی مسیح باشد به 12 نفر حواریان یک جا شده جمع 14 تا خدا شد. در این گونه حالت سگانه مقدس کجا شد؟ این به عقل نمی گنجد کو. در اینجا هم عیسی مسیح مقصد ما یک گفتنی معنا را قصد کرده بود. در 17 قسم انجیل یوحنا در آیه 23 من بر آنهایم تو باشی بر منی. این خلکی باشد آنها بر یک جایگی مکمل باشند. در اینجا هم 14 خدا اشاره است مگر اصلا این خل نیست. یعنی مقصد آنها یک است. الله تعالی عیسی مسیح را همچون پیامبر فرستاد. با عیسی مسیح باشد حواریان برای رسالت را پهن نمودن کمک کردند. آنها همه در راه یک مقصد حرکت میکردند. مقصد یک است گفتن، شخصیت یک است گفتن نمی باشد. امیدوارم که به سوالاتون جواب گفته توانستم. بله جناب، با یک و یگانه بودن خدا باوری دارید؟ بله. با خدا بودن عیسی مسیح باوری دارید؟ نه. محمد صلی الله علیه و سلام با پیغمبر خدا بودنش باوری دارید؟ بله. ماشاءالله اگر شما به الله یگانه ایمان آورده باشید، محمد صلی الله علیه و سلام رو به پیغمبر الله بودنش ایمان آورده باشید، پس شما مسلمان شدید. اکنون این را فقط به عربی گفتن در کار تمام. خب جناب، خیلی خوب، این خیلی باشد با من تکرار کنید. اشهد الله اله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله گواهی می دهم گواهی می دهم بغیر الله بغیر الله هیچ الهی نیست هیچ الهی نیست و باز گواهی می دهم و باز گواهی می دهم محمد پیغمبر الله و بنده پیغمبر الله و بنده تکبیر 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 الله سبحانه و تعالی شما را با جنت خود مکافات دهد. آن ذات در این دنیا هم در آن دنیا هم بهترینش را بدهد. همچنین می خواهم به شما ترجمه قرآن را هدیه کنم. می توانید به صحنه برایید.